برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. با نام هستی بخش جهان خدمت خانم ها و آقایان هموطنان عزیز سلام عرض می کنم. خوشحال و سپاسگزارم که بار دیگر در برنامه یک سینه سخن با شما هستم و در راجع به مسائل مهم ایران صحبت می کنم. امروز پنجشنبه 29 تیر ماه 1391 خورشیدی مطابق با 19 ماه جولای سال 2012 میلادی است. مثل همیشه برنامه خودم رو با چند خبر مهم راجع به ایران و تفسیر اونها شروع می کنم و بعد راجع به یک موضوع بسیار مهم با شما صحبت می کنم. اول خدمت شما عرض کنم که فردا جمعه 30 تیر هست و مطابق است با 60 سال جنبش 30 تیر یا قیام 30 تیر 1331. اونهایی که تاریخ رو خوندن و یادشون میاد حتما میدونن که چند روز قبل از 30 تیر، یعنی فکر میکنم روز 25 تیر 1331، محمد رضا شاه دکتر محمد مصدق رو از کار برکنار کرد و به جای ایشون احمد قوام رو به نخست وزیری برگزید. بعد از چند روز مردم به هواخواهی از زنده یاد دکتر مصدق به خیابون ها ریختند. در روز 30 تیر برخورد شدید بین نیروهای دولتی و مردم اتفاق افتاد که تعداد زیادی از مردم هم به شهادت رسیدند. بسیاری از اونها در گورستان امامزاده عبدالله در نزدیکی شهر ره و ابن بابویه همطور در نزدیکی شهر ره به خاک سپرده شدند و شاه مجبور شد که احمد قوام رو برکنار کنه و دکتر محمد مصدق دوباره به پست نخست وزیری بازگشت. این روز روز بسیار تاریخی بود، در واقع شاید اولین تلاش دربار پهلوی برای حذف دکتر محمد مصدق از صحنه سیاسی ایران بود که البته سال بعد از اون، یعنی روز 28 مرداد 1332 کودتای آمریکایی انگلیسی CIA MI6 بالاخره به ثمر رسید و دکتر محمد مصدق از صحنه سیاسی خارج شد و محمد رضا شاه حکومت دیکتاتوری خودش رو آغاز کرد. خب این اولا، بنابراین ذکر این سال روز بسیار به نظر من مهمه. در این حال امروز اعلامیه از 6 شخصیت برجسته ملی مذهبی در ایران منتشر شد راجع به برنامه هسته‌ای که در اون حاکمیت رو فرا خواندن به اینکه از قیام 30 تیر 1331 درس بگیره و برای حل مسئله هسته‌ای ایران و مواجهه ایران با غرب به خاطر مسئله به فکر چاره‌اندیشی باشه. این 6 شخصیت آقایان احمد صدر حاجز جوادی، حسین شاه حسینی، دکتر حبیب الله پیمان، محمد بسته‌نگار، خانم اعظم طالقانی و آقای نظام الدین قهاری هستند. در اعلامیه‌ای که اینها منتشر کردن گفتن که این ایام مصادف است با 60 سال روز قیام تاریخی و ملی 30 تیر 1331 که به منظور تثبیت حق حاکمیت ملت ایران بر همه شئون کشور صورت گرفت و با پیروزی ملت ایران در شورای امنیت و دیوان بین‌المللی لاهه تکمیل گردید. اگر خاطرتون باشه دعوای ایران و انگلیس به خاطر ملی کردن صنعت نفت به دیوان بین‌المللی لاهه رفت که در اون ایران پیروز شد. یادآوری این واقعه تاریخی به ما فرصت می‌دهد تا با الهام از آن تجربه گرانقدر و پیروزمند راهی برای عبور از دشواری‌های کنونی به ویژه در مسئله هسته‌ای که با تشدید بحران‌ها و نتیجه نرسیدن مذاکرات اخیر در نشست مسکو وارد مرحله پیچیده‌تری گردیده است در برابر مردم و مدیران مسئول نظام مطرح نماییم. مذاکرات جاری در ادامه فرایندی است که از حدود 10 سال قبل بین ایران و غرب شروع شده، در واقع از حدود سال 2003 وقتی که کشورهای اروپایی، 3 کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان در واقع به نمایندگی از طرف آمریکا با
دولت ایران که اون موقع محمد خاتمی رئیس جمهور وارد مذاکره شدن، این مذاکرات کم و بیش همیشه ادامه شه و این اعلامیه در واقع منظورش همونه. و اگرچه نشیب و فرازهایی داشته است، ولی رویکرد آن تقابلی بوده و نه تعاملی و ظاهرا نه تنها عدم اعتماد جهانی نسبت به سیاست‌های هسته‌ای آن رفع نشده، بلکه به عکس موجبات تشدید تحریم‌های گسترده را فراهم کرده. تحریم‌هایی که روز به روز بر وخامت شرایط زیست و معیشت مردم ایران می‌افزاید و در نهایت این ملت ایران است که از این تحریم‌ها متضرر شده و دودش به چشمشان می‌رود. همانطور که بنیاد اقتصادی کشور نیز دچار خسارت‌های فراوان می‌گردد. همون که در برنامه‌های گذشتم خدمت شما عرض کردم، در واقع این مردم هستند که بهای اصلی این تحریم‌ها رو می‌پردازند. بنابراین اون دست از هموطنان ما که فکر می‌کنن که این تحریم مؤثر خواهد بود و نظام جمهوری اسلامی رو خاتمه خواهد داد، به نظر من کاملا اشتباه میکنن، چون این تحریما نه تنها نظام جمهوری اسلامی خاتمه نمیده و نه تنها ممکنه به جنگ نظامی منتهی بشه، بلکه همونطور که این اعلامیه گفت، دود اصلی این تحریما به چشم مردم ایران میره. باید پرسید ریشه و منشأ این بی‌اعتمادی در کجاست؟ در حالی که همگان حق ایران برای داشتن تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز را پذیرفتند و ایران هم متقابلاً علاوه بر تأکیدات صریح صلح‌آمیز بودن اهداف فعالیت‌های هسته‌ای، نظارت دائمی آژانس بین‌المللی را پذیرفته و طی سال‌های اخیر دولت‌های وقت ایران هم سعی کردند به انهای مختلف قدرت‌های غربی و افکار عمومی جهان را قانع کنند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطلقاً صلح‌آمیز است، اما این کوشش‌ها به نتیجه نرسیده و تهدیدها برطرف نگردیده و اعتمادسازی میسر نشده است و مذاکراتی که اکنون در کشورهای بیگانه جریان دارد، آنطور که شواهد نشان می‌دهد، به نتیجه نخواهد رسید و تحریم‌ها به صورت گسترده‌تری ادامه خواهد گرفت. مگر آنکه دولت ایران بدون قید و شرط به خواسته‌های قدرت‌های بزرگ گردن نهد، تازه در آن صورت هم چنان که دستکم در دو مورد شاهد بودیم، این امر منجر به دشواری‌های حلقه دشواری‌ها به خاتمه دشواری‌ها نگریده و در پیامدهای سخت‌تر و ویرانگری در پی خواهد داشت. بر اساس آن آیا زمان آن نرسیده که با ریشه‌یابی و پی بردن به منشأ بی‌اعتمادی به راه حل بنیادی زدودن تردیدها و گرفتن عذر و بهانه‌های حقیقی و یا واهی و ساختگی پرداخت؟ این صحبت این شش شخصیت ملی مذهبی بسیار درسته. به نظر من دولت جمهوری اسلامی صرف نظر از سیاست‌های داخلیش که همیشه ما می‌دونیم چه نوع سیاست‌هایی بودن در جهت ضایع کردن حق مردم، برقراری دیکتاتوری، فساد از این و الی آخر، حتی در برابر جامعه بین‌المللی هم به خاطر اینکه خطر حمله نظامی به خودش رو کم نکنه، سیاست عاقلانه و بخردانه‌ای نداشته. اینها به عنوان مثال وقتی که آژانس ازشون یه سوالی میکنن راجع به مسئله هسته ایران، به جای اینکه جواب اون سوال رو بلافاصله بدن، مدت‌ها طول می‌کشه تا جواب اون سوال رو بدن. در مدت بین سوال کردن و جواب دادن تبلیغات بسیار شدید بر علیه ایران برقرار میشه که نشون میده که ایران یک چیزی برای پنهان کردن داره، و وقتی هم که جواب سوال رو میدن و آژانس جواب سوال رو مورد بررسی قرار میده و متوجه میشه که جواب سوال رو ایران درست داده، باز آنچه که میمونه اون تبلیغاتی بود که به خاطر تعلل در دادن سوالات به جواب ها به سوالات آژانس است. و در واقع این اعلامیه هم به همون داره اشاره میکنه. به باور ما امضا کنندگان، چاره منطقی و دنیا پسند برای جلب اعتماد جامعه جهانی در گروه اعتمادسازی در سیاست داخلی است. شواهد فراوان از گذشته تا به امروز، چه در تجربه ملی کردن صنعت نفت به رهبری شادروان دکتر محمد مصدق و چه در حکومت‌های دموکراتیکی مثل ژاپن یا هند که آزادانه به فعالیت‌های هسته‌ای اشتغال دارند، نشان می‌دهد مبنای اعتماد عمومی در داخل و خارج به اقدام دولت‌ها، وجود سازگارهای دموکراتیک در نظام تصمیم‌گیری و شفافیت سیاست‌ها در پرتو نظارت مستقیم و مستمر مردم بر عملکرد‌های حاکمیت است. یعنی مقصود این شش نفر اینه که اگر روابط بین حاکمیت در ایران و دولت خوب بود، اگر مردم به حاکمیت اعتماد داشتن، همین اعتماد که بین مردم و حاکمیت وجود داشت میتونست مبنای اعتماد جهان به حاکمیت باشه. خیلی ها گفتن که وقتی که دولت ایران به مردم خودش چنین ظلم میکنه و مردم خودش چنین دروغ میگه، چطور ممکنه به جامعه جهانی دروغ نگه و چیزی رو پنهان نکنه؟ در سال 2006، در ژانویه سال 2006، من مقاله‌ای رو به همراه خانم دکتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، مشترکاً در روزنامه لس آنجلس تایمز و روزنامه اینترنشنال هیرالد تریبیون چاپ کردیم و دقیقاً در اون روزنامه، در اون مقاله، دقیقاً به همین نکته که ملی مذهبی‌ها آقایون و خانم عظمت آقای ملی مذهبی‌ها اشاره کردن اشاره کردیم و گفتیم که راه چاره
اعتماد برقرار کردن بین جامعه ایران، بین دولت ایران و جامعه جهانی، برقراری حکومت دموکراتیک در ایرانه. یعنی حکومتی که دموکراتیک باشه شفاف عمل میکنه و اگر شفاف عمل کنه جامعه جهانی نسبت به اونها تردید نخواهد داشت. البته در اینجا باید ذکر کنم که به نظر من این فقط قسمتی از حل هست. ساده انگاره خواهد بود که فکر کنیم که اگر حتی حکومت دموکراتیک در ایران به وجود بیاد، جامعه جهانی به خصوص آمریکا و متحدانش به سادگی دست از سر ایران برمی‌دارن. ولی بدل اینکه به نظر من اصولاً مسئله هسته ایران بر سر موضوعات امنیتی و نظامی نیست، بلکه مسئله هسته ایران بین ایران و غرب و طرفدارانشون به دلیل اینه که آمریکا و اسرائیل میخوان در خاورمیانه هژمان باشن، در خاورمیانه کنترل همه چیز رو به دست داشته باشن و دوست ندارن دولتی مستقل در این ناحیه وجود داشته باشه که اهداف و منافع آمریکا رو محافظت نکنه و دنبال نکنه. به هم دلیل به وجود آمدن حکومت دموکراتیک در ایران شرط لازم هست، ولی ممکنه شرط کافی نباشه. ولی آنچه که مسلمه، اگر در ایران حکومت دموکراتیک وجود داشته باشه که شفاف عمل کنه و به همین دلیل مردم بهش اعتماد کنن، اون وقت یک حربه بزرگ تبلیغاتی از دست حکومت‌های مثل آمریکا و اسرائیل که از اون برای انتقاد از ایران استفاده کردن از بین خواهد رفت و به تدریج جامعه جهانی رو از انتقاد به ایران به طرف انتقاد از سیاست‌های آمریکا و اسرائیل خواهد بود و این به نفع منافع ملی ماست. این اعلامیه ادامه میده: تردید نیست که اساس این اعتمادسازی برداشتن کلیه موانع در برابر نظارت مؤثر مردم بر تصمیمات و اقدامات حکومت است که در حال حاضر از طریق تامین آزادی مطبوعات و احزاب مستقل و سازمان‌ها و نهادهای مدنی، تشکیل مجلس و قوه برآمده از انتخابات آزاد و سالم و بالاخره آزادی‌های سیاسی قابل حصول است. اقداماتی که علاوه بر رفع هر نوع تردید و سوءظن از آن عمومی در داخل و خارج، تقویت و تحکیم همبستگی را نیز در بر دارد. که یعنی در واقع جان اصلی کلام این اعلامیه همین اینه که حکومت باید اعتمادسازی کنه، به خصوص این اعتمادسازی از یک دید دیگه هم مهمه و اون اینه که چون در شرط کنونی احتمال حمله آمریکا یا اسرائیل یا هر دو به ایران وجود داره، حمله نظامی، لازمه که در سطح کشور، در داخل کشور، یک اتحاد ملی وجود بیاد. البته اتحاد ملی به وجود نمیاد مگر اینکه حکومت از کرده خودش در گذشته پشیمان بشه، به طرف مردم برگرده، آزادی‌های سیاسی رو به مردم بده، آزادی‌های اجتماعی رو به مردم بده، حقوق حقه مردم رو تضییع نکنه و مسائل دیگر از قبیل آزاد کردن زندانیان سیاسی و الاخر. ولی به هر حال به نظر من این اعلامیه بسیار مهمیه، بدن اینکه این در واقع این اعلامیه همونطور که این اعلامیه میگه یک رابطه مستقیم هست بین آنچه که در داخل میگذره و آنچه که در خارج از ایران در رابطه با مسئله هسته‌ای میگذره. خیلی ها معتقدن که در واقع سیاست خارجی یک حکومت انعکاس سیاست داخلی اون حکومته و در مورد جمهوری اسلامی ما اینو به وضوح میبینیم. حکومتی که در داخل ایران به شهروندان خودش ظلم کنه، واضحه که در خارج از ایران هم سیاست خیلی عملگرایانه و منطبق با دفاع از منافع ملی ایران ممکنه نداشته باشه و به همین دلیل شرایط بسیار خطرناکی رو در برابر ایران، در برابر جامعه ملی قرار داده. حالا این صحبت از این نظر هم مهمه، بدلیل که به نظر میاد که تحریم هایی که غرب و متحدانش، مثلا میخوام آمریکا و متحدانش، یعنی به طور کلی غرب بر ایران تحمیل کردن، در داخل حاکمیت، در داخل جمهوری اسلامی هم شکاف های بزرگی رو به وجود آورده. آقای کاظم صدیقی که یکی از به اصطلاح امامان نماز جمعه تهران هستن، همین دیروز گفتن که برخی به رهبر بابت تحریم ها طعنه میزنن. یعنی ایشون مشخص نکردن که مقصودشون از برخی چه کسانی هست، ولی خیلی واضحه که بسیاری از چهرهای سیاسی، روشنفکران و کسانی که در داخل ایران هستن و دلشون میسوزه، نگران عواقب تحریم هایی هستن که بر علیه
بر علیه ایران اعمال شده و به نظر میاد که آقای کاظم صدیقی هم داره به این موضوع اشاره میکنه. گزارش‌های دیگه هم از تهران رسیده که نشون میده که آقای رفسنجانی و طرفدارانشون به آقای خامنه‌ای فشار آوردن که در مورد تحریم‌ها چاره‌ای بیندیشه و سعی کنه که به طریقی با غرب توافق برسه. در واقع همین عرض بنده رو صحبتی که سرتیپ دوم جدالله جوانی مشاور آقای خامنه‌ای در امور سیاسی در سپاه و رئیس اداره سیاسی سپاه تا چند ماه گذشته رو این صحبت رو تایید کردن. سرتیپ جوانی هم یکی دو روز پیش در صحبتی که با بسیجیان داشتن گفتن که ما در حال حاضر دو گروه در داخل حاکمیت داریم. یک گروه خواهان مذاکره با آمریکا و توافق با آمریکا بر سر مسئله هسته ایرانه و یک گروه هم خواهان مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا است، یا آنچه که ایشون زیاده‌خواهی‌های آمریکا گفتن. و بنابراین سرتیپ جوانی که خب مسلما معذرت میخوام از درون تحولات درون حاکمیت اطلاعات بسیار خوبی داره و کاملا میدونه که چی میگذره، این موضوع رو که در داخل حاکمیت شکاف به وجود اومده به دلیل تحریما تایید میکنه. البته این شکاف از گذشته هم وجود داشت، به عنوان مثال وقتی دولت آقای خاتمی سر کار بود، دولت آقای خاتمی خواهان مدارا با کشورهای اروپایی و به طور غیر مستقیم با آمریکا بود و میخواست بر سر مسئله هسته ایران به یک توافق دست پیدا کنه که هم منافع و حقوق ایران حفظ بشه و هم به اصطلاح اون ادعای آمریکا رو جواب بده تا خطری برای مملکت به وجود نیاد. ولی با توجه به تحریم‌های سختی که بر علیه ایران اعمال کردن، به نظر میاد که این شکاف‌هایی که از قدیم وجود داشت عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. در همین رابطه آقای علی سعیدی که نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه هستن هم صحبت کردن. آقای علی سعیدی گفتن که ما به دقیقه 90 رسیدیم، شرایط خیلی حساسه و ما به دقیقه 90 رسیدیم و در آستانه فتح خیمه معاویه هستیم، که این البته اشاره ایشون به جنگ صفینه که امام علی علیه السلام با مخالفان خودش داشت. چند ماه قبل آقای محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی در اشاره که به اوضاع اقتصادی و ترمیم کردن این بود که گفتن که شرایط ایران مثل شرایط شعب ابو طالب هست، یعنی موقعی که پیامبر در زیر فشار بودن و فشار بسیار سختی به مسلمین وارد میومد. آقای خامنه‌ای موقع جواب دادن گفتن نخیر، ما در این شرایط نیستیم. حالا آقای سعیدی که نماینده ایشون در سپاه هستن دوباره همین موضوع دارن مطرح میکنن و ایشون میگن که شرایط بسیار حساسه. بله شرایط بسیار حساسه، ولی دلیلی که شرایط بسیار حساسه چیه؟ دلیلی که بسیار حساسه همون که در صحبت هم گفتم، اولا سیاست های داخلی حاکمیت در داخل ایرانه و ثانیا سیاست های غیر عاقلانه اش در برابر جهان به خاطر مسئله هسته ای. در این حال آقای پرویز سروری که یکی از فرماندهان سابق سپاه هستن و رئیس یکی از به اصطلاح جمعیت های سیاسی بنیادگرا به نام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی هستن، همین امروز گفتن که دست های پنهان میخواد از تحریم استفاده کند و ملت را به سازش وادار کند. یعنی دوباره ایشون اشاره کردن که نیروهای وجود دارن در داخل حاکمیت که اشاره ایشون به سازش یعنی مذاکره با آمریکا و توافق با آمریکا. و بنابراین همونطور که میبینید این فقط یه نمونه بود، نمونه های بسیار زیادی دیگه هم وجود داره که فرصت نیست برای شما بخونم. این نمونه ها همه حاکی از اینه که در واقع در داخل همین جناح بنیادگرا و در داخل حکومت دو دستگی های بسیار زیادی هست بین این که بین اونهایی که خواهان مذاکره با آمریکا هستن و به اونهایی که میخوان به اصطلاح در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کنن. البته خب دولت جمهوری اسلامی اگر درست اقدام کنه هم میتونه با آمریکا مذاکره کنه و هم میتونه از منافع واقعی و اصل ایران محافظت کنه، ولی خب این احتیاج به دیپلماسی ورزیده، احتیاج به دید باز نسبت به شرایط جهان، احتیاج به همدلی و اتحاد با مردم داخل ایران از طریق به وجود آمدن یک فضای باز سیاسی و مسائل دیگه داره که بهش اشاره کردم، که خب حاکمیت کنون ایران ظاهرا مایل نیست که این کارو بکنه. خب این یکی از موضوع مهم بود. خبر مهم دیگه انفجاری بود که در یک اتوب اسرائیلی در بلغارستان یا به اصطلاح بلغاریا انجام گرفت. دیروز اتوبوسی که بر اون چندین توریست اسرائیلی
به مسافرت پرداخته بودند، درش یک بمبی منفجر شد که در نتیجه اون 5 توریست اسرائیلی، راننده اتوبوس و همینطور اون کسی که بمب رو منفجر کرده بود کشته شدند و حدود 32 نفر هم زخمی شدند. یکی از مهمترین خبرهایی بود که در سطح جهان در عرض یکی دو روز گذشته در موردش صحبت شد. وقتی که خبر انفجار بمب رسید، بلافاصله آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و همطور آقای اهود برک وزیر دفاع اسرائیل ایران رو متهم کردن که پشت سر این کار هست. آقای بنیامین نتانیاهو گفتن این عملیات تروریستی ایرانه و بعد گفتن که اسرائیل به این موضوع جواب خواهد داد. و بعد گزارش رسید از داخل اسرائیل به عنوان مثلا روزنامه هارتس که گفتش که بین رهبران اسرائیل اختلاف است، به دلیل اینکه آقای بنیامین نتانیاهو میخواد حمله به اتوبوس توریستی شهروندان اسرائیل در بلغارستان رو بهانه قرار بده تا به ایران حمله کنن، ولی یه گروه دیگه هستن که با این کار مخالفن، به دلیل اینکه اولا معلوم نیست که ایران در این کار دست داشته باشه و ثانیا فکر میکنن که عواقبش خیلی بدتر از کشته شدن 5 کلیمی هستن که در اتوبوس بودن. بعد اون وقت اتفاقی که افتاد این بود که پلیس بلغارستان اعلام کرد که کسی که این کار کرده اسمش مهدی غزالی بوده و بعد گفتن خبرهایی که می اومد این بود که آقای مهدی غزالی ایرانی نبودن، در واقع مادرشون شهروند فرانسوی بود، پدرشون شهروند الجزایری بود و خودشون در واقع شهروند سوئد هستند. اگر به اسناد زندانیان گوانتانامو توجه کنیم میبینیم که یک آقای مهدی غزالی از سال 2002 تا 2004 هم در گوانتانامو بی بودن و بعد در سال 2004 آزاد شدن و به دولت سوئد تحویل داده شدن. این بود که اول خیلی شایع پیش اومد که در واقع اون بمبگذار اصلی آقای مهدی غزالی بوده که در البته ایرانی هم نبودن و در واقع وقتی که گوانتانامو بی بودن به اتهام ارتباط با ایران نبودن، بلکه به اتهام ارتباط با گروه تروریستی القاعده بودن. ولی بعد در آخرین ساعاتی که من اینجا می اومدم تا برنامه رو اجرا کنم، خبر رسید که مقامات بلغارستان این خبر رو تکذیب کردن، همینطور مقامات دولت سوئد هم اینو تکذیب کردن، گفتن که اون ممکنه اسمش مهدی غزالی باشه ولی این مهدی غزالی اون مهدی غزالی که اینها میدونن و من راجعش صحبت کردم نیست. به همین دلیل معلوم نیست که در حال حاضر چه کسی پشت سر این انفجارا بوده. یواش یواش به نظر میاد که مسیر این به اصطلاح تحقیق در مورد این موضوع داره به جایی میره که به نظر میسه که نشون میده که جمهوری اسلامی در اون دست نداشته. البته در اینکه جمهوری اسلامی عملیات تروریستی در خارج از ایران انجام داده شکی نیست، ولی بنده اگر قرار بود حدس بزنم فکر میکنم که جمهوری اسلامی بعیده که در این کار دست داشته باشه، به دلیل اینکه اگر بخواد جمهوری اسلامی بخواد کاری بکنه که باعث تشدید بحران در منطقه بشه و بخواد به عنوان مثال تلافی حمله اسرائیل و متحدانش به دانشمندان هسته ایران رو در بیاره که چند تاشون رو کشتن، کاری که میکنه اینه که سعی میکنه اوضاع رو در خلیج فارس یه مقدار تشدید کنه و یه مقدار به آشوب بکشونه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر این اتفاق بیفته قیمت نفت به شدت بالا خواهد رفت و با توجه به اینکه صادرات نفت ایران همونطور که در برنامه هفته گذشته خدمتتون عرض کردم بسیار پایین اومده، بالا رفتن قیمت نفت به نفع ایران خواهد بود. بنابراین اگه اینها بخوان در واقع کاری هم بکنن، کاری میکنن که در منطقه خلیج فارس باشه و این اثر مستقیم و بلافاصله روی قیمت نفت داشته باشه که بتونن خودشون هم از این موضوع استفاده کنن. و شاید احتیاط دولت آمریکا در مورد نسبت دادن این حمله تروریستی به دولت جمهوری اسلامی در واقع به خاطر همین موضوع. خبر مهم دیگه‌ای که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم راجع به بیماری خانم نرگس محمدی فعال برجسته حقوق بشر و انتقال ایشون از زندان زنجان به بیمارستان بود. خانم نرگس محمدی چندی پیش به زندان اوین منتقل شدن در تهران و بعد به طور غیرقانونی از زندان تهران به زندان زنجان منتقل شدن و ایشون ظاهرا 10 روز پیش به بیمارستان منتقل شدن، ولی خبر نگران کننده در این مورد اینه که تا به حال مقامات بیمارستان و زندان به هیچ عنوان اجازه ملاقات با ایشون رو به خانواده ایشون ندادن و این موضوع باعث شده که بسیاری تصور کنن که خانم محمدی در زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته
و به همین دلیل وقتی به بیمارستان برده شده اجازه ملاقات بهشون داده نمیشه. خانم محمدی از برجسته ترین فعالان حقوق بشر در ایران هستند. ایشون معاون خانم عبادی در کانون دفاع از حقوق بشر در تهران بودند. فعالیت‌های بسیار زیادی و وسیع رو در زمینه دفاع از حقوق بشر انجام دادن. ایشون هم تو روزنامه‌نگار بودن و در واقع کار خودشون رو، حرفه خودشون رو از روزنامه‌نگاری شروع کردن. در این حال ایشون همسر آقای تقی رحمانی متفکر و روزنامه‌نگار برجسته ملی مذهبی بودن. آقای تقی رحمانی که از شخصیت‌های ملی مذهبی هستن، در دوران جمهوری اسلامی حدود 15 سال در زندان بودن و چند ماه پیش به دلیل فشارهای زیادی که جمهوری اسلامی روی ایشون گذاشته بود مجبور شدن که از ایران خارج بشن. ظاهرا وقتی که آقای رحمانی میخواستن از ایران خارج بشن، به همسرشون پیشنهاد کرده بودن که به همراه دو فرزندشون با از ایران خارج بشن، ولی خانم محمدی قبول نکرده بودن. و اینطور که گفته میشه دستگیری خانم محمدی و انتقالشون به زندان در واقع یک نوع یا گروگانگیری است که جلوی فعالیت‌های آقای رحمانی در خارج از ایران رو بگیرن و یا خانم رحمانی رو در واقع مجازات کنن به این دلیل که حاضر نشده به همراه همسر خودش از ایران خارج شه. چون حاکمیت چیزی که دوست دارین که شخصیتای مثل آقای رحمانی و همسرشون از ایران خارج بشن و به ایران دیگه برنگردن. فکر می‌کنه که از این لحاظ دردسرش به رژیم کمتر خواهد. به هر حال خانم محمدی سال گذشته دستگیر شده بودن. اول دادگاه اولی بهشون 11 سال حکم حبس داده بود. البته این واضحه که ایشون هیچ کار خلافی انجام نده بودن و تنها دلیلی که ایشون حکم حبس گرفته بودن فعالیت‌های حقوق بشری و قانونی ایشون بود. ایشون یه مدتی زندان بودن سال گذشته، ولی وقتی در زندان بودن به یک بیماری مرموز مبتلا شدن که این بیماری باعث فلج پای ایشون و دست ایشون میشه. بعد از زندان آزاد شدن و وقتی که آقای رحمانی چند ماه پیش از ایران خارج شدن، خانم نرگس محمدی رو هم که خدمتتون عرض کردم به زندان منتقل کردن. و ظاهرا به نظر میرسه که خانم محمدی در تهران در زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن. اینطور که گفته میشه وقتی که ایشون رو به زندان به منظر میخوام به بیمارستان زندان زنجان بردن، اول ایشون رو به بخش مغز و اعصاب منتقل کردن و اگر این درست باشه احتمالی که ایشون ضربه شدید به سرشون وارد شده باشه بسیار زیاد است. و بعد از مدتی ایشون رو به بیمارستان شهید بهشتی در زنجان منتقل میکنن و در بخش اعصاب و روان بستری میشن. البته بیماریه که باعث فلج شدن پای ایشون هم میشه. اینطور که گفته میشه بیماری است عصبی که باعث در واقع به وجود آمدن مسئله پزشکی و فلج شدن موقتی ایشون میشه. به هر حال آنچه که مسلمه این نگرانی بسیار شدید در بین فعالان حقوق بشر و همه اونایی که دلشون برای ایران میسوزه به وجود آورده و در سطح جهان اعتراضات بسیار زیادی به دستگیری و زندان شدن خانم محمدی انجام شده که من در برنامه گذشته هم به اونها اشاره کردم. خیلی خوب، اجازه بدید که یکی دو دقیقه مکس کنیم تا آگهی ها پخش بشه و بعد از آگهی ها دوباره در خدمت شما خواهم بود. با ما باشید. خب حالا موضوع مهمی که میخواستم با شما راجبش صحبت کنم در رابطه با صحبتهایی بود که آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران یکی دو روز پیش در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه ها انجام داده. آقای خاتمی در صحبتی کرده بودند با دانشجوها گفته بودند که باید به ظرفیت های معطل مانده و اجرا نشده قانون اساسی توجه نمود و برای اجرای کامل آن تلاش کرد. همه میگویند قانون اساسی باید اجرا شود. ما گفته ایم قانون اساسی را قبول داریم و آن را عامل اصلی نظم در جامعه میدانیم. جناب مهندس موسوی گفتند مبنایشان همان بیانیه شماره 17 است که بر حرکت در چارچوب قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن تاکید دارند.
خب این صحبتی بود که آقای خاتمی در وقتی که با دانشجویان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و اعضای شورای مرکزی این تشکل داشتن بیان کردن. این صحبت به نظر من صحبت بسیار مهمیه، به دلیل اینکه نشون میده که اگر از مهمترین خواسته طرفداران جنبش سبز که بخش عظیمی از جامعه رو در بر میگیره، یعنی آزادی فوری آقای مهندس موسوی همسرش خانم دکتر زهرا رهنورد و آقای مهدی کروبی، اگر از این عبور کنیم، یعنی بعد از این، مقصود از عبور معنیش اینست که اینو بذاریم کنار، یعنی بعد از این آنچه که مسلمه اجرای بیانیه شماره 17 آقای مهندس موسوی بسیار چاره‌ساز خواهد. کاری که میخوام بکنم الان اینه که قسمتی از بیانیه شماره 17 آقای مهندس موسوی رو برای شما بخونم و بعد راجع به اون با شما صحبت کنم. اگر خاطرتون باشه بیانیه شماره 17 آقای مهندس موسوی دو روز بعد از تظاهرات عاشورای سال 1388، یعنی در ماه دسامبر سال 2009 منتشر شد. در روز عاشورا تظاهرات بسیار بزرگی در تهران برگزار شد. دو نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. جمعیت بسیار زیادی به خیابان ها آمده بود و حاکمیت از این موضوع به شدت به وحشت افتاده بود، به طوری که کاری که کردن این بود که نیروهای بسیج و سپاه رو به صحنه آوردن و اونها هم به اصطلاح برای خودشون تظاهرات بزرگ گذاشتن و به این ترتیب خواستن که به اصطلاح قدرت خودشون در برابر جنبش سبز نشون بدن. بعد از اینکه این مانورهای بسیج و نیروهای سپاه انجام شد، نگرانی بسیار شدیدی بین نیروهای اپوزیسیون و دموکراتیک به وجود آمد که دولت قصد سرکوب بسیار شدید در سطح دستگیری تعداد زیادی از مردم و فعالان سیاسی داره. بعد آقای مهندس موسوی بیانیه شماره 17 خودشون رو در همون شرایط منتشر کردن که بیانیه بسیار بسیار مهمی بود که من قسمتی از اونها رو برای شما میخونم. ایشون میگن که همواره به این جانب و دوستان گفته میشد که اگر شما اطلاعی ندهید مردم به خیابانها نخواهند آمد و آنان از اعتراضات و مطالبات خود دست برخواهند داشت و آرامش به کشور برخواهد گشت. بنده به عنوان یک همراه جنبش عظیم سبز مردمی با این نظر موافق نبودم و می اندیشیدم تا اصلاحات لازم با تکیه بر اصول روشن که می توان آن را از قانون اساسی استخراجگر صورت نگیرد، آب رفته به جوی باز نخواهد گشت. برای مراسم عاشورای حسینی علارغم درخواست‌های فراوان نه جناب حجت الاسلام و المسلمین کروبی اطلاعیه دادن و نه حجت الاسلام و المسلمین خاتمی اطلاعیه صادر کردن و نه بنده و دوستانم. با این وضع یک بار دیگر مردم خدای جوی به صحنه آمدند و نشان دادن که شبکه‌های وسیع اجتماعی مدنی که در طول انتخابات و بعد از آن به صورت خودجوش شکل گرفته است منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی‌ماند و در حالی که مردم نه روزنامه همراه و مشفقی در کنار خود داشتن و نه از صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و بیطرف و منصف و عاقل بهره می بردن، باز همه ملت‌ها و جهانیان شاهد بودند که در میان طوفانی از تهدیدها و تبلیغات و تکفیرها و اهانت‌ها، عزاداران حسینی در این روز مقدس حسین حسین گویان به صورت مسالمت‌آمیز و بدون شعارهای تند روانه میدان ها و مسیرهایی شدند که خود انتخاب کرده بودند و این بار نیز چون دفعات گذشته با اعمال تحریک‌آمیز مواجه شدند. خشونت‌های غیر قابل باور چون زیر کردن راهپیمایان، تیراندازی نیروهای سپاه شخصی که امروز هویت آنها بر کسی پوشیده نیست و روز به روز پرده از چهره آنان و سرانشان کنار زده می‌شود، فاجعه‌ای را آفرید که اثرات آن به زودی از صحنه سیاسی کشورمان رخ بر نخواهد گشت. در همین جا لازم ذکر کنم که پسر برادر آقای مهندس موسوی یکی از کسانی بودند که در اون روز تظاهرات روز عاشورا به شهادت رسیدن، ولی همونطور که می‌بینید آقای مهندس موسوی در مورد این موضوع خودشون اشاره به این موضوع نمی‌کنن. و بعد ایشون میگن گیرم که با چند روز با دستگیری‌ها، خشونت‌ها، تهدیدها و بستن دهان روزنامه‌ها و رسانه‌ها سکوت برقرار کردن. تغییر قضاوت مردم نسبت به نظام چگونه حل می‌کنید؟ تخریب مشروعیت را چگونه جبران می‌نمایید؟
نگاه ملامت آمیز و متعجب همه جهانیان از این همه خشونت یک دولت به ملت خود را چگونه تغییر دهید؟ با مشکلات برزمین مانده اقتصادی و معیشتی کشور که به دلایل ضعف مفرد دولت روز به روز وخیم‌تر می‌شود چه می‌کنید؟ با چه پشتوانه از کارآمدی و انسجام ملی و سیاست خارجی مؤثر سایه قطعنامه‌ها و امتیازخواهی‌های بیشتر را در سطح بین الملل اثر کشور و ملتمان دور می‌کنید؟ در واقع همین شبیه صحبته بود که من اول برنامه کردم که در واقع صحبت‌های خود من هم با الهام از همین چیزا گرفته میشه. وقتی که دولتی رابطه خوب و قابل اعتمادی به مردم خودش نداشته باشه، به همین مسائلی پیش میاد که آقای مهندس موسوی بهشون اشاره کرده. اینان میاندیشند با عقب راندن نخمکان و روشنفکران و دانشگاهیان و فعالان از صحنه سیاسی خواهند توانست بدون پرداختن ریشه به مسائل کشور به دیروز قبل از انتخابات برگردند. اما کسانی که تاریخ را خوانده‌اند و با کمی ماهیت پیچیده جوامع آشنایی دارند می‌دانند که این تفکر ناشی از یک توهم واقع‌گریز و پناه بردن به رویکردهای کم عمق و گول‌زننده است. بنده به صراحت می‌گویم، من خلاصه این بیان می‌خونم، بنده به صراحت می‌گویم تا وجود یک بحران جدی در کشور به رسمیت شناخته نشود، راهی برای خروج از مشکلات و مسائل پیدا نخواهد شد. عدم اذعان به بحران توجیهگر ادامه راه‌حل‌های سرکوبگرانه خواهد شد. اذعان به وضعیت بحرانی می‌تواند راه حل را نه در سرکوب که بر سر آشتی ملی قرار دهد. تهمت بی‌دینی و همراهی با قدرت‌های بیگانه مستکبر و افراد بدنام و جریان‌های منحوسی چون منافقین، به فرض اینکه به حصر فیزیکی تعدادی از خدمتگزاران اسلام و مردم منتهی شود، ناشی از چشم بستن به ماهیت مشکلات ملی کشور است. من به عنوان یک دلسوز میگویم منافقین با خیانت‌ها و جنایت‌های خود مردند. شما برای کسب امتیازهای جناحی و کینه‌ورزی آنها را زنده نکنید. اشارهشون به این صحبت است که میگفتن که مجاهدین در این تظاهرات دست بشن. آقای مهندس موسوی میگن اینا سوختن، اینا از بین رفتن، اعتباری بین مردم ندارن که بخوان کاری بکنن. ولی شما برای اینکه بخواید استفاده کنید از جنگ دارین اینا رو در واقع زنده می‌کنید. اینا مردن ولی شما دارید زنده می‌کنید. و بعد ایشون میگه ما نه آمریکایی هستیم و نه انگلیسی، تا به حال نه کارت تبریکی برای رؤسای کشورهای بزرگ فرستادیم. ایشون اشاره میکنن به کارت‌های تبریکی آقای احمد نژاد برای همون سران کشورهای مستکبر که همینجوری روی صحبت میکنه فرستاده، و نه امید یاری آنها را داریم و میدانیم با اصالت قدرت در روابط بین الملل هر کشور به دنبال منافع ملی خود است و ما بیزار از کسانی هستیم که بر عرف و اعتقادات دینی و ملی ملت خود احترام نمیگذارند و مضحک است که به ما اتهام اهانت به قرآن، عاشورای امام حسین یا پاره کردن عکس حضرت امام قدس و سر زده می شود. چون اون روز عکس آقای خمینی آوردن در خیابان‌ها، خودشون پاره کردن و بعد متهم کرده بودن دانشجوها که اونها این کارو کردن. مسلماً حرمت شکنی اگر در روز عاشورا صورت گرفته باشد مورد تایید ما نیست، اما بدترین نوع حرمت شکنی را کشتن بندگان بیگناه و آزادان در روز عاشورا و در ماه‌های محرم می‌دانیم. وقت آقای موسوی در این بیانیه‌شون راه حل رو پیشنهاد می‌کنن. اول، اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضاییه به نوعی که از دولت حمایت‌های غیر معمول در برابر کاسیه و ضعف‌هایش نشود و دولت مستقیماً پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است. یعنی حاکمان اول باید قبول کنه که تمام بلایایی که سر کشور اومده تقصیر اینها بوده، تقصیر قوه قضاییه بوده که مستقل نبوده و مستقل عمل نکرده، که از تقصیر نیروهای نظامی بوده که به کشتن مردم پرداختن، تقصیر آقای خامنه‌ای و طرفدارانش بوده که باعث اختناق سیاسی و دزدن انتخابات شدن. و یقین اگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم مجلس را بدهد و اگر بی‌کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضاییه در چارچوب قانون اساسی با او برخورد خواهند کرد. این اصل اول. دوم، تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات به نوعی که اعتماد مردم را به یک رقابت آزادانه و منصفانه و بدون خدعه و دخالت قانع سازد. یعنی شما انتخابات آزاد برگزار کنید، انتخاباتی که در اون نظارت استصوابی نباشه و تازه رأی مردم دزدیده نشه و بعد از اون رأی مردم محترم هم شمرده بشه. یعنی وقتی که مردم یکی رو انتخاب کردن
و اون شخص انتخاب شده بتونه به وظایف قانونی خودش عمل کنه بدون که بخوان جلوی پاش سنگ بندازن. این قانون باید شرکت همه ملت را علی رغم تفاوت در آرا و اندیشه ها تضمین کند و جلوی دخالت های سلیقه‌ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد. مجالس اولیه انقلاب می تواند به عنوان الگوی متوجه قرار بگیرد. در دهه 60 با وجود که دهه 60 دهه بسیار خونینی بود که در اون زندانیان تعداد زیادی زندانیان سیاسی اعدام شدند، به خصوص مجالس اول و دوم و سوم، یک تنوع بسیار خوبی در این مجلس ها بود. همه گروه ها در این مجلس ها حضور داشتند، بیشتر گروه نه همه گروه ها ولی بیشتر گروه های سیاسی، و اشاره آقای موسوی به اون موضوع. سوم، آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت و آبروی آنها. یعنی ما همین الان حدود 900 زندانی سیاسی داریم که اکثریت قریب اتفاق، اگر نه تک تک شاید 99.9% اگر نه 100% هیچ گونه خطایی مرتکب نشدن بجز ابراز عقیده شون و بجز مخالفت با ظلمی که به ملت شده، و آقای موسوی مثل همه خواهان آزادی اونها هستن. بنده یقین دارم که این اقدام نه به ضعف که به درایت نظام تعبیر خواهد گشت، و نیز آگاهیم که جریان‌های سیاسی منحطی با این راه حل مخالف هستند. چهارم، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و اجازه نشر مجدد روزنامه‌های توقیف شده جزء ضروریات روند بهبود است. ترس از آزادی مطبوعات باید از بین برود و تجربیات جهانی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. گسترش کانال‌های ماهواره‌ای و اهمیت یافتن آنها و تاثیرگذاری قاطعی این رسانه‌ها که به خوبی ناکافی بودن روش‌های قدیمی و محدودیت صدا و سیما را می‌رساند، پارازیت‌ها و محدودیت‌های اینترنتی می‌تواند برای مدت کوتاهی اثرگذار باشد. تنها راه چاره داشتن رسانه‌های متنوع و آگاه و آزاد در داخل کشور است. آیا زمان آن نرسیده که با اقدام شجاعانه و ناشی از اعتماد به متفکران و نیروهای خلاق جامعه، نگاه‌ها را از آن سوی مرزها به شکوفایی خلاقیت‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی داخل برگردانیم؟ خب در ایران سانسور بسیار شدید برقرار هست، بسیار روزنامه‌ها و جرنال بسته شدن، صدا و سیما هم که صدا و سیما ملی نیست، صدا و سیما ملیست در واقع به جای صدا و سیما ملی، و آقای موسوی به همین نکته اشاره میکنن که مردم در واقع اخبارشون رو سعی میکنن از صدای آمریکا یا بی بی سی یا جای دیگه بگیرن، در صورتی که یک حاکمیت عاقل کاری میکنه که مردم توجهشون به ارگان‌های خبری داخل باشه. و اگه بخوایم این کار رو بکنیم، ما احتیاج به مطبوعات آزاد و همینطور کانال‌های تلویزیونی مستقل از دولت داریم که آقای موسوی بهشون اشاره میکنن. پنجم، به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل‌ها و پایبندی به اصل 27 قانون اساسی. اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز به دور از خشونت آزاده. یعنی برگزاری این تظاهرات و یا دور هم جمع شدن احتیاجی به اجازه گرفتن از وزارت کشور نداره. اقدام در این زمینه میتواند با درایت و همکاری همه علاقمندان به کشور صورت گیرد. در طول چند ماه میتواند فضای توأم با دوستی و محبت ملی را جایگزین درگیری سازمانهای بسیج و نیروهای امنیتی با مردم و با درگیری مردم با مردم نماید. به بندهای فوق پیشنهاد دیگری نیز میتوان اضافه کرد. یعنی مقصودش اینه که این پیشنهاد حد اقلیه، حد اکثری هم نیست و کامل هم نیست، بلکه این اصول اولیه است. به نظر بنده حتی یک جوی کوچک زلال در این بین میتواند مقتنم باشد. یعنی حتی اگر فضای سیاسی تا حدی هم باز بشه، این میتونه باعث بهتر شدن اوضاع بشه. ضرورتی ندارد همه بندها با هم شروع شود. مشاهده عزم در این راه به روشنی افق کمک خواهد کرد. و کلام آخر، آنکه همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره و داد و ستدهای سیاسی و از طریق موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی میتواند اجرا شود. این میرحسین موسوی. این بیانیه شماره 17 آقای موسوی بود که اون موقع منتشر کردن. آقای خاتمی در صحبتشون که با دانشجوان کردن به این موضوع اشاره کردن و گفتن که خود مهندس موسوی هم گفته که فعلا این اصول حداقلی هست، و در واقع این اصول حداقلی اگر اجرا بشه و به نتایجش احترام گذاشته بشه، چیز زیادی از حاکمیت جمهوری اسلامی نمیمونه. بدن اینکه شما اگر واقعا به احزاب اجازه آزادی سیاسی کامل بدید و احزاب واقعا آزاد باشن که مواضع خودشون رو با مردم مطرح کنن، اگر شما مطبوعات رو واقعا آزاد بذارید که بتونن
از زاویه‌های پنهان حاکمیت بنویسن، از فسادهای عظیم اقتصادی بنویسن و مخالفت خودشون رو با سیاست‌های نابخردانه دولت به خصوص در صحنه بین‌المللی ابراز کنن. و اگر شما انتخابات آزاد داشته باشین، انتخاباتی که در اون همه بتونن شرکت کنن و رأی مردم محترم شمرده بشه و رأی‌ها عوض نشه و نتایج رأی‌گیری هم محترم شمرده بشه، یعنی اون شخصی که انتخاب میشه با توجه به حدود قانونی قدرتش بتونه عمل کنه، خود همین چند است و البته زندانیان سیاسی همگی آزاد بشن و از اونا اعاده حیثیت بشه و دولت قبول کنه که مسئولیت این کار به عهده گیره، مسئولیت این کار به عهده اون بوده و در واقع نه تنها زندانیان سیاسی خلافی مرتکب نشدن بلکه حقوق اونها در واقع پایمال شده، خود این به نظر من قدم‌های بسیار بزرگی در راه بهبود اوضاع خواهد بود. اون وقت در تحت این شرایط خواهد بود که حاکمیت در شرایطی خواهد بود که اون وقت میتونه در برابر فشارهای خارجی که خواهان از بین بردن حقوق ملی و واقعی ملت ایران هستن مقاومت کنه، و یعنی حاکمیت که نه در داخل پایگاه مردمی داره و نه در خارج یک سیاست عاقلانه و مبتنی بر دیپلماسی قوی داره، نمیتونه در برابر این گونه فشارها مقاومت کنه. اون وقت کاری که باید بکنه که اگه بخواد بمونه مجبوره که امتیازهای مهمی به قدرت‌های خارجی بده، و واضحه که اگه بخواد این امتیازهای مهم به دولت‌های خارجی بده در واقع باید از حقوق ملت ایران مایه بذاره، چون قصد حاکمیت بقای خودشه، میخواد خودش بمونه و چون در داخل پایگاه مردمی نداره مجبور امتیازهای مهم به دولت‌های خارجی بده. و در واقع ترس بسیاری از میهن دوستان و رهبران ملی مثل آقای موسوی، مثل آقای کروبی، مثل آقای خاتمی، البته من در مورد آقای خاتمی انتقادهای بسیار زیادی به ایشون دارم، ولی آنچه که واضحه آقای خاتمی جزء جبهه مردم هستن، خیر مردم ملت ایران رو میخوان، به نظرات ایشون میشه انتقاد کرد، به کارهایی که کردن میشه انتقاد کرد، ولی در اینکه ایشون جزء جبهه مردم هستن شکی نیست. به هر حال این گونه رهبران و ده ها رهبرهای دیگه، ما شخصیت‌های بسیار مهم سیاسی در داخل ایران داریم، همین شخصیت ملی مذهبی در آغاز بیانیه اونها خوندم، همین ها خودشون سرمایه‌های بزرگ ما هستن. ما تعداد زیادی نزدیک 900 زندانی سیاسی داریم. این 900 زندانی سیاسی از بهترین فرزندان کشور هستن، روزنامه‌نگاران هستن، فعالان حقوق بشر هستن، چهره‌های سیاسی اصلاح طلب هستن، چهره‌های ملی هستن و خب این همه اینها دلسوز اوضاع ایران هستن، نگران اوضاع ایران هستن، فشارها و تحریم بر علیه ایران بسیار زیاده و اگر حاکمیت بخواد به این راه ادامه بده سرنوشت خیلی خطرناکی ممکنه در انتظار ملت بزرگ ایران باشه. بنابراین همونطور که آقای خاتمی در صحبتشون با دانشجوان گفتن، اجرای اون اصولی که آقای مهندس موسوی در بیانیه شماره 17 شون و در واقع اگر شما به نه تنها به بیانیه شماره 17 ایشون نگاه کنید بلکه به منشور جنبش سبز که توسط ایشون و آقای مهدی کروبی امضا شدن و یک بار هم مورد تجدید نظر قرار گرفت، اگر به اون نگاه کنید میبینید که واقعا حقوق اساسی همه ملت از جمله اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی، همه اینها به رسمیت شناخته شده، محترم شمرده بشه، همه اینا بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی. معنیش این نیست که قانون اساسی جمهوری اسلامی یک سند ایداله، مسلمه وقتی که قانون اساسی که در اون ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه باشه، اون نمیتونه سند به اصطلاح ایدئال ما باشه. واضحه که اون باید از قانون اساسی حذف بشه، واضحه که باید اصول دیگه قانون اساسی هم، حتی اون اصولی که بسیار خوب هستن، مورد بحث قرار بگیره و اگر لازم شد مورد تجدید نظر قرار بگیره. ولی همونطور که آقای مهندس موسوی و آقای کروبی، همسر آقای مهندس موسوی دکتر رهنورد و تا حدی هم آقای خاتمی تاکید کردن، برای اینکه ما گذار به دموکراسی رو از طریق مسالمت آمیز و از داخل ایران توسط مردم به مرحله اجرا در بیاریم، به یک چارچوب قانونی احتیاج داریم. این چارچوب در حال حاضر میتونه اون اصولی از قانون اساسی باشه که به مرحله کامل اجرا گذاشته نشده باشه. البته هم آقای موسوی و هم آقای کروبی تکلیف خودشون رو با این حاکمیت مشخص کردن. آقای موسوی و آقای کروبی با عملکرد خودشون و با پذیرش مشکلاتی که برای اینها وجود داشته و با مقاومت در برابر حاکمیت نشون دادن در کجا می‌ایستن.
به نظر من آقای خاتمی هم با همه حسنیتی که دارن، ایشون هم باید تکلیف خودش رو با حاکمیت مشخص کنه. ایشون باید مشخصا بگن که این اوضاع اینجوری نمیتونه ادامه ده کنه، این گونه انتخابات مثل انتخابات اخیر مجلس یا انتخابات ریاست جمهوری 3 سال پیش، این گونه انتخابات جواب نیازهای مردم نیست و حاکمیت این گونه حکومت رو نمیتونه ادامه بده. ولی در این حال اگه ما بخوایم گذار مسالمت آمیز به دموکراسی یا لااقل یک دموکراسی حداقلی داشته باشیم، راهش از داخل ایرانه و حمایت از جنبش سبز و به خصوص حمایت از رهبران اون، آقای موسوی، آقای کروبی و همسر آقای موسوی، دکتر زهرا رهنورد هستن. خب این یکی از خبرهای مهمی که می‌خواستم راجع به اون صحبت کنم. در یکی دو دقیقه آخر برنامه می‌خوام راجع به یک موضوع مهم دیگه صحبت کنم. این موضوع وبسایتی است به نام وبسایت تهران بیورو. وبسایت تهران بیورو رو حدود 4 سال قبل یکی از دوستان من خانم گلنوش نیک‌نژاد شروع کرد. از اول تأسیس وبسایت تهران بیورو من و خانم گلنوش نیک‌نژاد با هم دیگه همکاری نزدیک داشتیم. من مقالات خودم رو هم توی بارها در این برنامه گفتم در این وبسایت منتشر کردم. این وبسایت در عرض نزدیک 4 سال گذشته موفقیت‌های بسیار زیادی داشته. اولا یکی از خدمات بزرگی که وبسایت تهران بیورو انجام داده که برای اولین بار در تاریخ حضور جامعه ایرانی در آمریکا انجام داده اینه که تونسته عقاید ایرانی‌ها رو وارد به اصطلاح بحث جامعه آمریکا بکنه. وبسایت تهران بیورو به زبان انگلیسی هست و مقالات در وبسایت تهران بیورو به زبان انگلیسی منتشر میشه و برای اولین بار ایرانی ها تونستن از طریق مقالات انگلیسی در یک وبسایت بسیار معتبر نظرات خودشون رو وارد بحث های گفتگوها یا به اصطلاح گفتمان یا دیسکورس آمریکا یا بکنن. وبسایت تهران بیورو در این حال مورد توجه بسیاری از مقامات آمریکا هست. مقامات وزارت خارجه آمریکا، وزارت دفاع آمریکا بر طبق اطلاعاتی که ما داریم مرتب مقاله های وبسایت تهران بیورو رو میخونن، بدون اینکه میدونن که وبسایت تهران بیورو حاوی خبرهای بسیار مهم دست اول از داخل ایرانه. من خبرهای وبسایت تهران بیورو خود من تهیه میکنم، برای اینکه من تهیه کنم به تمام وبسایت‌های داخلی از تمام جناح‌های مختلف سر میزنم و مهمترین خبرها رو گلچین میکنم، به انگلیسی ترجمه میکنم و بر روی وبسایت تهران بیورو قرار میدم. در این حال ما نظرات بسیار مختلفی رو در مورد مسائل ایران و اوضاع خاورمیانه و رابطه اونها با اوضاع ایران منتشر کردیم. وبسایت تهران بیورو همینطور چندین جایزه روزنامه‌نگاری برده، جایزه مهم روزنامه‌نگاری از دانشگاه کلمبیا، مدرسه ژورنالیسم دانشگاه کلمبیا گرفته. ما می‌دونیم که مدرسه روزنامه‌نگاری دانشگاه کلمبیا مهمترین مدرسه روزنامه‌نگاری در آمریکا است و در واقع جایزه پولیتزر اداره اون توسط دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه کلمبیا هست. همینطور ما وبسایت تهران بیورو یک جایزه مهم از دانمارک دریافت کرده و همینطور امی اوارد گرفته، چون امی اوارد همونطور که میدونید جایزه بسیار مهمی در مورد برنامه‌های تلویزیونی هست و تهران بیورو به دلیل همکاری که با فرانتلاین، اون سازمانی که به اصطلاح روز ژورنالیسم تحقیقی یا اینوستیگیتیو ژورنالیسم انجام میده، در مورد به شهادت رسوندن خانم ندا آقا سلطان 3 سال پیش فیلمی به صورت داکیومنت تهیه شد که وبسایت تهران بیورو یک نقش بسیار اصلی در اون فیلم داشت و به همین دلیل برنده یک جایزه امی شد. به هر حال این این وبسایت موفق شده که نظرات بسیار بخش وسیعی از جامعه ایرانی رو هم از داخل ایران هم از خارج ایران به زبان انگلیسی وارد دیسکورس جامعه آمریکایی بکنه. وبسایت تهران بیورو تنها وبسایتی که در حال حاضر در داخل ایران خبرنگار داره. ما 3 تا خبرنگار در داخل ایران داریم که البته اسمشون منتشر نمیشه، در تهران هستن، در اصفهان هستن و همینطور در مشهد و اینها گزارش از اوضاع داخلی ایران برای ما میفرستن که ما به زبان انگلیسی ترجمه میکنیم و در وبسایت قرار میدیم. حالا دلیلی که میخوام، دلیلی که دارم راجع به وبسایت تهران بیورو با شما صحبت میکنم اینه که وبسایت ما احتیاج به فاند ریزینگ داره، چون ما برای اینکه بتونیم فعالیت‌های خودمون ادامه بدیم و برای اینکه بتونیم بخش فارسی زبان وبسایت رو هم باز کنیم که هموطنان بیشتری بتونن از وبسایت ما دیدن کنن، احتیاج به یه مقدار فاند ریزینگ داریم.
در این حال خدمت شما عرض کنم که به عنوان مثال فیسبوک تهران بیرو هم یعنی حدود 180 هزار نفر عضو داره، یا توییتر، حساب توییتر تهران بیرو حدود 30 هزار دنباله رو داره، که این نشون میده که چقدر وبسایت تهران بیرو وبسایت مهمی شده. روزنامه‌نگاران برجسته‌ای در آمریکا مثل به عنوان مثال آقای فرید زکریا که در CNN صحبت میکنن، اینها همیشه از تهران بیرو خیلی تعریف کردن. روزنامه نیویورک تایمز همیشه از تهران بیرو استفاده میکنه. نشنال پابلیک رادیو همیشه از تهران بیرو استفاده کرده. و بنابراین ما احتیاج به یه مقدار فاندریزینگ داریم و از شما هموطنان عزیز درخواست میکنم که اگر ممکنه بر هر مبلغی که میتونید به ما کمک کنید تا ما بتونیم کارمون رو ادامه بدیم. برای اینکه بتونیم این کار انجام بدیم با اون آدرسی که در زیر صفحه هست مراجعه کنید. اسمش هست www.tehranbureaujournalismfund.com. اگر اونجا برید به شما میگن که اگه بخواید کمک کنین چگونه میتونید کمک کنین. بخش مهمی از کمک‌های مالی که ما میگیریم، همچنین خدمتتون عرض کنم که نه من و نه خانم گلنوش نیک نژاد که ادیتور و بنیانگذار وبسایت هستن، پولی در این مورد دریافت نمی‌کنیم که هیچ. هزاران دلار در عرض سال‌های گذشته از جیب خودمون خرج کردیم که این وبسایت باقی بمونه، و این پولی فاندریزینگ که ما می‌کنیم فقط برای دادن کمک به روزنامه‌نگاری در داخل ایران هستن و برای ما گزارش می‌فرستن هست، و برای ادیتورمون هست که مقاله‌های به زبان انگلیسی برای ما ادیت می‌کنن. بنابراین اگر می‌تونید، من از شما خواهش می‌کنم که به ما کمک کنید، به اون وبسایت www.tehranbureaujournalismfund.com مراجعه کنید و به ما کمک کنید. هر کمکی ما بکنید میتونه تکس دیداکتیبل باشه، بنابراین از لحاظ مالیاتی هم برای شما خوب خواهد بود. سپاسگزارم اگه بتونید به ما کمک کنید. خیلی خوب، وقت برنامه به پایان رسید. اجازه بدید خدمت شما عرض کنم که جمعه 20 جولای یا شنبه 21 جولای، به احتمال قوی جمعه، اولین روز ماه مبارک رمضان هست. حلول ماه مبارک رمضان رو پیشاپیش به همه مؤمنان واقعی و دوستداران واقعی مصطفی و خدا تبریک عرض میکنم و امیدوارم که ماه پربرکتی در پیش داشته باشید. از شما دعوت میکنم که به برنامه خوب دوست عزیز دکتر مرتضی محیطی که از تلویزیون پیام افغان شنبه ها ساعت 11 معذرت میخوام 10 تا 11 صبح برگزار میشه توجه کنید. برنامه خود بنده هم روزهای یک شنبه، هم صبح یک شنبه و هم بعد از ظهر یک شنبه بازپخش خواهد شد. همینطور به برنامه خانم امی گودمن که تلویزیون تایم هر روز جمعه، دوشنبه تا جمعه از 10 صبح تا 10 شب پخش می‌کنه تعجب فرمایید. از اینکه وقتی زیرمت خودتون به تماشای برنامه اقتصادی سپاس گذارم. تا هفته آینده که در خدمت شما خواهم بود، روز روزگار بر شما خوش و شیرین باشه. سپاس گذارم.